بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. قبل از اون که راجع به این اجتماع شکوهمند و تشکر از کشاورزان عزیز ما در سراسر کشور بنمایم، لازم می‌دانم غم این ایام رو یک بار دیگر به ملت بزرگ ایران تسلیت بگویم. غم از دست دادن سرداری شجاع و فداکار در میدان امنیت کشور و منطقه، غم از دست دادن عزیزانی در کرمان در تشییع جنازه این سردار، و در این ایام غم بسیار بزرگ و سهمگین سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی که 176 نفر در این حادثه بسیار فاجعه آمیز جان خود را از دست دادند. من از لحظه‌ای که احتمال دادم که سقوط این هواپیما به صورت طبیعی و عادی نباشه، تلاش فراوانی کردم که دوران بررسی و تحقیق کوتاه شود و ما به دقت بدانیم که این هواپیما چگونه سقوط کرده. همکاری‌های خوبی از طرف نیروهای مسلح که تنها مسیر ما برای یافتن حقیقت در این بخش بود انجام گرفت و بلافاصله بعد از اون که برای من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته، در همون لحظه من به مسئولین امر اعلام کردم که بلافاصله به مردم اطلاع دهند. خب حالا این حادثه بسیار تلخی بود، تحملش برای مردم بسیار سنگینه. حتی اگر این هواپیما به خاطر نقص فنی هم سقوط کرده بود، باز هم بسیار غمبار بود. اما بعد از اینکه مشخص شد خطا و اشتباه انسانی منجر به این فاجعه شده، غم مردم رو چندین برابر کرد. من در اینجا به همه خانواده‌های عزیز جانباختگان در ایران و در سایر کشورها، همونطور که با رهبران و مسئولین اون کشورها هم تلفنی صحبت کردم، اولا قول میدم
دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله بسیار مهمی هست. قوه قضاییه باید یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده‌ها کارشناس تشکیل بده. این یک پرونده عادی و معمولی نیست. تمام دنیا به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد. ثانیاً به همه عزیزان دولت توصیه می کنم در کنار این خانواده های عزیز باشند. مشکل اونها، مسائل اونها و از مردم عزیز ایران می خوام در کنار این عزیزان همدردی ارزشمندی رو انجام بدن. هر کجا، حالا در تهران بوده، در شهرستان‌ها بوده، البته اکثر این عزیزان، حدود 100 نفر از این عزیزانی که جان باختن از تهران بودن، بقیه از شهرستان‌ها بودن. وزیر راه، مسئولین دولتی، استاندارها، همه در کنار این خانواده‌ها قرار بگیرند. من به عنوان یک پدر احساس می‌کنم که غم از دست دادن یک جوان نخبه تحصیل کرده سطح بالا که سرمایه برای کشور و برای ملت ما و مردم ما بوده تا چه حد سخته، تا چه حد مشکله. این که نیروهای مسلح ما با صراحت لهجه خطای خودشون رو اعلام کردند، از مردم عذرخواهی کردند، گام اول خوبی بوده که در این راستا برداشته شده و همه گام‌های بعدی باید برداشته بشه. من به دلیل کم و بیش آشنایی که با مسئله پدافند هوایی دارم عرض می‌کنم که در این داستان نمی‌تونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. این دیگرانی هم هستند و من می‌خوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه. مردم ما میدونن که این حادثه از روی اشتباه و سهو صورت گرفته، معلومه. اما چه کسانی دخیل بودند و چه شرایطی پیش آمد که این سهو انجام گرفت؟ راسته و درسته که در این ایام ریشه همه غم‌ها به آمریکا برمیگرده. آمریکا بود که جو رو ملتهب کرد، آمریکا بود که شرایط رو غیر عادی کرد، آمریکا بود که تهدید کرد، آمریکا بود که عزیز ما رو از ما گرفت. اینها همه درسته، اما این دلیل بر اون نمیشه که ما در این حادثه به تمام ریشه های مسئله نپردازیم. سوال دیگری که برای مردم مطرحه این که آیا از زمان روشن شدن این حادثه تا اعلام زمان طولانی بوده؟ یعنی یک روز، دو روز طول کشیده یا فقط چند ساعت بوده؟ این هم من از مسئولین میخوام برای مردم توضیح بدن، تمام پروسه رو توضیح بدن. از صبح چهارشنبه‌ای که حادثه پیش آمده تا این پروسه‌ای که جمعه شب به جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی
رسیده، همه این پروسه رو برای مردم توضیح بدن. مردم ما در این غم همه سهیم و شریکند، اما میخواهند بفهمند آیا مسئولان اونها طبق قاعده و در چارچوب اصول اخلاقی به درستی رفتار کردن یا نه. من به عنوان نماینده ملت ایران و رئیس جمهور این مسئله رو دنبال خواهم کرد و در مراحل بعدی به هر نتیجه ما برسیم به مردم خبر خواهیم داد. حادثه کوچکی نیست، مسئله امنیت فضای ایرانه. بحث 176 نفر تنها نیست، اونا خیلی عزیز بودن که از دست ما رفتن، اما امنیت فضای ایران برای ملت ما و برای دنیا بسیار اهمیت داره. برای مردم ما بسیار مهمه که هر آن کس در هر حد در این حادثه مقصر یا قاصر بوده معرفی بشه. هر کس باید به مجازات برسه. دولت خودش رو در قبال مردم عزیز و در قبال اتباع کشورهای دیگر که در این حادثه جان باختن مسئول میدانه و به همه وظایف حقوقی و قانونی خودش عمل خواهد کرد. اما از همه اینها مهمتر به اعتقاد من این که مردم ما مطمئن بشن این حادثه تکرار نمیشه. مهمترین مسئله برای مردم ما، برای افکار عمومی جهان، برای هوانوردی، برای امنیت آسمان ایران این است که این حادثه غیر قابل تکرار باشه و این نیاز داره به بازنگری در آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات. همه ما مسئولیت داریم که یک بار دیگر تمام این مقررات رو بازنگری کنیم. چرا؟ به چه دلیل؟ کدام ضعف در کدام مقررات بوده و در اجرا کجا ضعف بوده که این حادثه بسیار غم‌انگیز در کشور ما اتفاق افتاده؟ حادثه‌ای که من فکر می‌کنم در تاریخ کشور ما بی‌نظیر بوده، هیچ وقت نبوده که یک مسئول پدافندی ما، یک افسر پدافندی ما در کشور ما نسبت به هواپیمای مسافربری، اون هم در پایتخت کشور، در مرکز کشور، کنار فرودگاه بین المللی همچون خطایی رو مرتکب شده باشه. بنابراین من ضمن همدردی با همه خانواده‌های عزیزی که این مصیبت بزرگ به اونها رسیده اعلام می‌کنم این راه و این مسیر رو ادامه خواهیم داد تا کشف همه جوانب امر، تا مجازات اونهایی که دخیل بودند و در نهایت اطمینان بخشی به مردم که چنین حادثه‌ای تکرار نخواهد شد. اما بخش دوم من میخوام ارتباط بدم این غم این روزها رو با دنیای کشاورزی. دنیای کشاورزی این است که دوران سختی و رنج و زحمت، زمستان سرد، اما پشت سرش بهار خواهد آمد، پشت سرش محصول به دست خواهد آمد. ان مع العسر یسرا، یکی از نمونه های عسر و یسر در دنیای کشاورزی است. از اون وقتی که کشاورز
زمین رو آماده میکنه، بذر رو آماده میکنه، زمین رو شخم میزنه، بذر رو میافشانه، مراقبت میکنه برای این زمین تا روزی که به محصول برسه، از سمش، از کودش، از آبش، از مراقبتش. خب دنیای زیبایی هست دنیای کشاورزی. حالا نه تنها در بخش زراعت، بخش باغداری هم همینه، بخش دامداری هم همینه، آبزیان هم همینه، فرق نمی‌کنه. همه بخش‌های مختلف کشاورزی دنیای قشنگ و زیبایی داره. اون محصول، اون گل، اون گیاه، اون نهال برای کشاورز یک رابطه‌ای وجود داره، رابطه عاطفی وجود داره. بحث پول نیست. اونایی که کشاورز هستند این سخن من تصدیق میکنن. کشاورز فقط دنبال این نیست که محصولش را درو کند و بدهد و پول بگیرد. روز به روز وقتی به این محصول نگاه میکنه همراه این محصوله، روز به روز همراهشه، با او زندگی میکنه. اون وقتی که سبز میشه، اون وقتی که رشد میکنه، اون وقتی که خوشه میده، اون وقتی که رنگش تغییر میکنه، کشاورز با محصولش همراهه. و دنیای بسیار لذت بخشی داره. چون من این دنیا رو چند سالی در نوجوانیم تجربه کردم و میدونم چقدر کشاورزی لذت بخش همه بخش هایش. اما در اینجا در شرایط بسیار سخت کشورمون که بدخواهان ما میخوان به ملت ما فشار بیارن از نظر زندگی و از نظر معیشت و میخوان مردم رو به تنگ بیارن، کشاورزان ما سهم بزرگی در رفاه مردم داشتن. این که شما میبینید بدون مشکل دم نونوایی نون خودتون رو خرید میکنید، این که بدون مشکل دم سبزی فروشی سبزی خودتون رو، میوه خودتون رو، محصولات مورد نیاز رو، برنج رو، روغن رو، حبوبات رو، گوشت رو، لبنیات رو که میبینید در مغازه ها وفور نعمته، ولو اینکه قیمت مقداری گرانه و مردم در فشارند، اما وفور وجود داره الحمدلله. این به خاطر دسترنج کشاورزان عزیز ماست. این شما هستید که این رفاه رو برای مردم ما به وجود آوردید. این که ما روزی ناچار بودیم میلیون‌ها تن گندم وارد کنیم، امروز سال هاست به خودکفایی رسیدیم و سال آینده هم انشاءالله در خودکفایی خواهیم بود. حالا البته امسال یه مقدار کمی مشکل داشتیم، ازش عبور خواهیم کرد. یا در برنج امروز محصولات سطح بالایی رو تقریباً به اندازه مصرف امسال برنج تولید شده، یا در شکر، یا حتی در روغن که عقب هستیم نسبت به گذشته حرکت خوبی صورت گرفته. خب این در سایه تلاش شماست، فعالیت شماست، ایثار شماست. اما مدیریت کشاورزی در این بخش سهم قابل ملاحظه‌ای داشته. من میخوام از آقای مهندس حجتی، از آقای مهندس کشاورز که امروز سرپرستی اینجا رو به عهده داره، از همه مدیران، از همه بخش‌های مختلف سپاسگزاری کنم. من یه نکته‌ای میخوام به ملت ایران بگم.
ما در دولت 11 و 12 تلاش ما این نبود که نیاز روز مردم رو تأمین کنیم و به سمت خود اتکایی حرکت کنیم. ما یک کار بزرگتری رو شروع کردیم. ما زمین رو آباد کردیم. ما زمین رو تجهیز کردیم. این که شما امروز می‌بینید در استان خوزستان امسال 960 هزار تن شلتوک و بیش از 500 هزار تن برنج سفید به دست آمده، درست رحمت خداوند بود، باران و آب کمک کرد به مردم و ما همیشه در درگاه خداوند باید شاکر باشیم. همه به دست اوست، همه چیز به دست اوست، به ید قدرت اوست. اما مردم، دولت 11 و 12 تصمیم گرفت 550 هزار هکتار زمین کشاورزی را در خوزستان و ایلام آباد کنه، تجهیز کنه، یعنی کانال کشی کنه، زه کشی کنه. و این کار رو امروز بیش از 300 هزار هکتارش رو انجام داده در خوزستان و در ایلام. چقدر ما در خوزستان خرج کردیم برای این کار؟ 5000 میلیارد تومان، یه خورده کمتر، 4500 میلیارد تومان. چقدر امسال برنج به دست آمد؟ حالا بقیه محصولات من کار ندارم، فقط برنج امسال در خوزستان 5000 میلیارد تومان ارزشش بوده. یعنی کل پولی که ما خرج کردیم همین برنج امسال جواب داده. برنج امسال خوزستان، کاری که انجام گرفته برای آب، ما تا امروز 37 سد رو در دولت 11 و 12 افتتاح کردیم. کار عظیم و بزرگی انجام گرفته. این همه کانال کشی، این همه زه کشی، این همه تجهیز زمین، این همه وسایل کشاورزی، که وسایل کشاورزی تأثیر بسیار زیادی در رشد کشاورزی داشته. این همه تحقیق و توسعه راجع به بذر، تحقیقاتی که انجام گرفته در بخش‌های مختلف کشاورزی، این همه راجع به آبزیان، تحولاتی که صورت گرفته، تنها محصول کشاورزی ما نیست که 28 میلیون تن در دولت 11 و 12 اضافه شده. یعنی 97 میلیون تن ما محصولات ما بوده، الان شده 125 میلیون تن. یعنی سالانه تقریباً به طور متوسط 5 میلیون تن هر سال اضافه شده. خب یک کار بزرگی در کشور ما انجام گرفته. اونچه ما در بخش زمین و در بخش آب انجام دادیم مال دولت 11 و 12 نیست. 10 سال دیگر در کشور ما آثارش باقی میمانه. یک کار دراز مدت و بلند مدت که انجام گرفته. خب در این زمینه ما از همون ماهای اولیه‌ای که در دولت 11 رفتیم وزارت کشاورزی، با مسئولین، با آقای مهندس حجتی صحبت کردیم، همونجا یک برنامه 5-6 ساله رو اونجا بحث کردیم و تنظیم کردیم که در چه محصولاتی ما به خودکفایی خواهیم رسید تا پایان دولت، در چه محصولاتی قدم‌های خوبی برمی‌داریم. خب در گندم قدم بسیار خوبی در دولت 11 برداشته شد، این قدم همچنان ادامه داره در دولت 12. در برنج قدم خوبی برداشته شده، در شکر و چغندر قند قدم خوبی برداشته شده، در دانه‌های روغنی درست هنوز ما خیلی عقب هستیم اما قدم‌های خوبی برداشته شده.
در محصولات گلخانه‌ای و تجهیز گلخانه کار بسیار بزرگی شده. کل گلخانه ما تا دولت 11 تا اول دولت 11 یعنی سال 92 8800 بوده و امروز تقریبا به 2 برابر رسیده، یعنی شده 17400. محصول ما از 1,014,000 تبدیل شده، از 1,006,000 تبدیل شده به 2,014,000، تقریبا 2 برابر شده محصولات گلخانه ما. در بحث پرورش ماهی در دریا قدم‌های بسیار خوبی برداشته شده و یکی از کارهایی که آرزوی من بود، من با آقای مهندس حجتی چند بار گفتم، زراعت چوب بود. زراعت چوب یکی از زراعت‌های بسیار مفید و ضروری برای کشور ما هست، هم برای محصولات مختلف صنعتی که ما نیاز داریم، هم برای کاغذ. برای ما خیلی مهمه، درآمدش هم از سایر محصولات کمتر نیست که بیشتره. یک حرکت خوبی در این زمینه آغاز شده و این حرکت باید ادامه پیدا کنه. ما استعداد بسیار خوبی در کشور ما برای این بخش از محصولات کشاورزی ما وجود داره. نهال‌هایی که سریع به ثمر میشینه، سریع میشه اونها رو برداشت کرد. و یه وقتی با آقای مهندس حجتی محاسبه میکردیم، گفتیم در شمال به جای برنج اگر زراعت چوب باشه تقریبا درآمدش حدوداً برابره. حالا یه کسی اونجا میگفت بیشتره، حتی زراعت چوب از برنج هم بیشتره. خب این کار بسیار بزرگی است که باید در کشور ما توسعه پیدا کنه. یه نکته آقای مهندس کشاورز گفت خیلی مهمه. مردم، یعنی عادی، افرادی که حالا تو این کار تخصص ندارن، فکر میکنن در کشاورزی آب خیلی مهمه. میگن زمین که خواه هست همه جا، آب مهمه. نه، خاک به اندازه آب مهمه. شما اگر آب داشته باشی، خاک مناسب نداشته باشی، میخوای چیکار کنی؟ یعنی آب در بخش کشاورزی وقتی مفیده که خاک لازم باشه، اون خاکی که بتونه محصول رو به ما بده. مقدار محصولی که ما امروز میگیم زیاد کمه، هم به بذر وابستگی داره، هم به نگهداری وابستگی داره، هم به کود وابستگی داره، هم به سم وابستگی داره، هم به ماشینالات وابستگی داره، هم به نوع خاک وابستگی داره. مهمه که ما خاک کشور رو حفظ کنیم. آب و خاک دو سرمایه بسیار عظیم و بزرگی است که خداوند به ما داده و باید حراست کنیم. و نکته آخر من، علم و دانش. کشاورزی دوران سنتیش دیگه به سر آمده. با اون شیوه های قدیم خب میشد محدود محصول رو به دست آورد، اما امروز با جمعیت کشور ما 83 میلیون جمعیت، این جمعیت هر سال حداقل بیش از 1 میلیون بر جمعیت کشور ما اضافه میشه. حالا همین جور که هست، به همین صورت، حالا زاد و ولد بیشتر بشه که دیگه واویلا. فعلا تو همین وضعیت فعلی بیش از 1 میلیون سالانه اضافه میشه به جمعیت کشور. ما باید خودمون آماده کنیم در این زمینه. زمین ما که خیلی زیاد نمیشه، همون زمینه به هر حال. حالا ممکنه بریم کشتای فرازرزمینی، زمینهای کشورهای دیگر رو هم به اجاره بگیریم، با آریه بگیریم، بخریم. حالا ولی اونی که مهمه خاک کشور خودمونه، به هر حال محدوده. آب هم میتونیم در آب صرف جویی کنیم. کارهای بسیار خوبی در زمینه آب و آبیاری مدرن در کشور ما انجام گرفته.
اما علم و دانش و تکنولوژی برای ما ضروری است. یک، جلوگیری از ضایعات ضروری است. دو، یعنی ما محصولی که تولید میکنیم چند درصد ضایعات داره تا مصرف نهایی این ضایعات محاسبه بکنیم. این ضایعات یک درصد بالایی هست. این ضایعات میتونه اگر جلو این ضایعات رو بگیریم مثل اینکه میلیاردها متر مکعب آب به دست آوردیم. جلو این ضایعات رو اگر ما بگیریم، یکی ضایعات باید جلوش بگیریم. و نکته دوم بحث شرکت‌های دانش بنیان و علم و دانش. با علم و دانش که شما از یک زمین میتونید 5 تن گندم بردارید، 10 تن گندم بردارید، 14 تن گندم بردارید، حتی ممکنه این بشه 20 تا. یعنی 20 تن، حالا یک محققی بود ما او رو دیدیم که معتقد بود که در یک هکتار گندم 40 تن گندم برداشت میشه. حالا او البته نمونهش هم محصولش رو نشون داد به هر حال. خب پس میشه، ما میتونیم با علم و دانش و کوشش شیر رو اضافه کنیم، محصولات باقی رو اضافه کنیم، محصولات باقی رو حفظ بکنیم، اینکه در برابر سرما مقاوم باشه، در برابر گرما مقاوم باشه، در برابر آفات مقاوم باشه. همه اینها با علم و دانشه. بنابراین دانشگاه‌های ما، خود دانشکده‌های کشاورزی، خب عدد بالای اینا در کشور شاید حدود 400 هزار ما دانش آموخته و دانشجو در بخش کشاورزی داریم، در برابر 4,400,000 نفری که در بخش کشاورزی امروز دارن فعالیت میکنن. همه اینها رو باید در کنار هم قرار بدیم. مدیریت خوب، تلاش مردم، ایثار و فداکاری مردم، ملاحظات فرهنگی برای حفظ اینها و جلوگیری از ضایعات و علم و دانش، انشاءالله ما رو به نقطه خودکفایی و استقلال کامل و امنیت غذایی کامل برسونه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.